سرخط خبرها. امرالله صالح و طالبان. اداره افغانستان با یک مشت به سبب اقدامان امکان پذیر نیست و همچنان ادعاهای طالبان از تصرف دوباره شتل در پنجشیر و همچنان وزیر خارجه پاکستان نباید اجازه داده شود تا اقتصاد افغانستان سقوط کند. سلام دوستان عزیز، به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. ادعاهای طالبان از تصرف دوباره شتل در پنجشیر. جنبش طالبان ادعا کردند که منطقه دیگری را از نیروهای مقاومت در استان پنجشیر در شمال افغانستان پس گرفتند. به گزارش سپوتنیک، جنبش طالبان ادعا کردند که منطقه دیگری را از نیروهای مقاومتگران در استان پنجشیر در شمال افغانستان پس گرفتند. این خبر را روز چهارشنبه خبرگزاری افغانستان باختر و نقل از جنبش رادیکال گزارش داد. صحبت در مورد منطقه شتل می باشد و این آژانس می گوید که ده ها تن از نیروهای مقاومت کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. افزون بر این، طالبان دو تانک، یک خودروی زرهی و مهمات را نیز به دست آوردند. نیروهای مقاومت هنوز هیچ در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این امیرخان تقی گفت که ما بسا تلاش کردیم که موضوع پنجشیر از طریق گفتگو حل شود. با علمای پنجشیر ملاقات داشتیم. در شارع کار پروان با مسئولین مذاکرات صورت گرفت. اما متاسفانه تا کنون نتیجه نداده است. ما باز هم تلاش میکنیم که جنگ صورت نگیرد و موضوع پنجشیر به آرامی حل شود. متقی در این نوار صوتی مقاومت دوم را مؤثر نمیداند و میگوید زمانی که به همکاری ناتو و امریکا چیزی نتوانستند، اکنون نباید جنگ رخ دهد. این در حال است که امیرخان متقی به حمید خراسانی وعده سپرده است که بعد از تصرف پنجشیر به حیث والی این ولایت تعیین میکند. این در حال است که خشم امرالله صالح بر یک مشت بی سوادانی که زمام امور را به دست گرفته است. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور فراری افغانستان، در یک پست فیسبوکی نوشت مقاومت ما برای دفاع از حق همه شهروندان افغانستان است. این مقاومت مستقر در پنجشیر است، نه برای پنجشیر و به خاطر پنجشیر. به گزارش سپوتنیک، امرالله صالح، معاون اول اشرف غنی که پس از فرار او خود را سرپرست ریاست جمهوری خوانده، در صفحه فیسبوک خود نوشت امروز این دره میزبان همه کشورها و مایه امید برای همه ملت افغانستان که دارن از ظلم، انتقام جویی، تعصب، چپاول به مال مردم و تاریک اندیشی شما فرار میکنند. و گفته صالح، اگر ملت ذره به شما اعتماد دارن، پس این موج مردم در مرزهای کشور چرا صف کشیدن که حاضرن همه داشته های خود را از دست بدهن و فقط زیر تسلط شما نباشن. صالح در ادامه گفت آیا از خود پرسیده اید که چرا تسلط بر ساحه در 42 سال اخیر معنای ثبات را نداده است و تسلط امروزی شما بر خاک معنای ثبات و پایداریتان را نمی‌دهد. او می نویسد که ثبات و پایداری نظام استوار بر مؤلفه های است که گروه شما از آن بسیار دور است. کافی است که به مصاحبه و عملکرد رده اول تعیین شده های خویش توجه کنید تا برایتان معلوم گردد که اداره افغانستان امروز با یک مشت بی سواد اقدامان امکان پذیر نیست. با گفته آقای صالح، فروپاشی اقتصاد و نبود دستگاه خدمت رسانی مردم را خیلی زود به سطوح خواهد آورد و اسلحه و رواش خشن شما در برابر قیام و خشم مردم هیچ مؤثریت نخواهد داشت. فقط زمان در بین است، نه اگر و مگر. وی پیشتر تای نامه آمادگی خود را با متحدان جبهه مقاومت ملی برای مقابله با طالبان در ولایت پنجشیر در شمال این کشور اعلام کرد. وی در نامه که مجله آلمانی شپیگل منتشر کرده تاکید کرده است بله، ما از نظر جغرافیا منزوی شدیم، اما افغانستان از نظر سیاسی و اخلاقی با ماست و هرگز تسلیم طالبان نمی شود. امرالله صالح همچنین افزود طالبان هرگز به حل و فصل سیاسی باور ندارند. آنها از ساده‌لوحی، خستگی و کوتبینی کاخ سفید در دوران ترامپ و بایدن سوء استفاده کردند. معاون محمد اشرف غنی، رئیس جمهور سابق افغانستان، خاطر نشان کرد هنوز راهی برای خروج از این وضعیت وجود دارد
و برای این منظور جامعه بین الملل نیاز به حل و فصل سیاسی در افغانستان و همچنین به رسمیت شناختن و حمایت از مقاومت ملی در دره پنجشیر دارد. حالا می‌پردازیم به خبر مهم دیگر. وزیر خارجه پاکستان میگوید که نباید اجازه داده شود تا اقتصاد افغانستان سقوط کند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان میگوید که نباید اجازه داده شود تا اقتصاد افغانستان سقوط کند. آقای قریشی که امروز در یک نشست مشترک خبری با هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان در اسلام آباد صحبت میکرد گفت شرایط کنونی در افغانستان را مهم خواند که جامعه جهانی باید به همکاری های خود و این کشور ادامه دهد و افغانستان را تنها نگذارد. و افزود که باید کمک های بشردوستانه جهان به افغانستان ادامه یابد و از سقوط اقتصاد در این کشور هم جلوگیری شود. وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد که بی‌ثباتی و خلای قدرت در افغانستان به نفع هیچ کشوری نیست. از سوی هم او با اشاره به موج اخیر مهاجرت در افغانستان گفت که منطقه به تنهایی نمیتواند جلوی مهاجرت افغان‌ها را بگیرد و این موضوع نیازمند تلاش‌های جهانی است. شاه محمود قریشی خطاب به همتای آلمانی خود گفت که آلمان و سایر کشورها در این مورد تصمیم درست خواهند گرفت. او با تاکید از آلمان خواست که سایر کشورها را هم در این مورد بسیج کند. این گفته‌ها در حال مطرح می‌شود که پس از سقوط کابل در تاریخ 24 اسد فعالیت بانک‌ها در افغانستان برای حدود دو هفته به حالت تعلیق درآمده است. از دو روز به این طرف بانک‌ها دوباره فعال شده است. پرداخت‌های پولی هم اکنون در این بانک‌ها محدود است. همچنین در پی تسلط طالبان بر کابل، صندوق بین‌المللی پول IMF دسترسی افغانستان به منابع مالی در این صندوق را مسدود کرده است. و در پایان، آمریکا مجوز ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را صادر کرد. یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا بر رویترز گفته است که ایالات متحده هفته گذشته مجوز ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را صادر کرده است. طبق گزارش رویترز که نشر شده است، این مجوز که وزارت خزانه‌داری آمریکا را صادر کرده و دولت بایدن و پیمانکارانش اجازه می‌دهد با وجود ادامه تحریم طالبان کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان شامل تحویل غذا و دارو را ادامه دهند. تاریخ انقضای این مجوز اول مارچ 2022 است. به گفته این مقام، هدف از صدور این مجوز اطمینان از ادامه کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان است و این کمک ها به دست مقامات طالبان نمی رسد. سازمان ملل می گوید 18 میلیون نفر از مردم افغانستان، یعنی حدود نیمی از جمعیت کشور، با کمک نیاز دارند. با این حال دلیل تحریم های آمریکا هر گونه همکاری شرکت های آمریکایی با طالبان تحریم و مجازات این شرکت ها را به دنبال خواهد داشت.